اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بینهما حجاب و على الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا اصحاب الجنه ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم يسمعون و اذا سرقت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين و نادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم قالوا ما اغنا عنكم جمعكم و ما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون و نادا اصحاب النار اصحاب الجنه ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا و لعبا و غرتهم الحیات الدنیا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا بما كانوا بآياتنا يجحدون. بین جهنم و بهشت و همچنین بین جهنمی ها و بهشتی ها حجاب است، لکن بین تمام کسانی که در قیامت بر اساس درجاتی که دارن یا درکاتی که دارن حجاب است. یک حجاب خاص است که این آیه مطرح میکند، بین هما حجابان، یعنی بین بهشت و جهنم، به بهشتی ها و جهنمی ها حجاب است، که در این بخش از آیات سوره اعراف اون حجاب مطرح است. وگرنه کسانی که در بهشتند و دارای درجاتند یا کسانی که در جهنمند و دارای درکاتند، بین هر درجه و درجه دیگر حجاب است، بین هر درکه و درکه دیگر حجاب است. یعنی کسانی که در درکه نازلتر و در درک اسفل به سر میبرند، اونها نمیتوانند به درک سافر ترقی کنند و بیایند، چون عذاب کسانی که در درک اسفلند بیشتر از کسانی که در درک سافرند، که ان المنافقین لفی درک الاسفل من النار. اونا اگر بخواهند یه مقداری راحت تر باشن یا یه مختصر احساس راحتی کنن، باید بیان به درک سافل، ولی این قدرت رو ندارن. پس بین اسفل و سافل حجاب است، چه این که بین جهنمی ها و بهشتی ها حجاب است. در بهشت هم بین کسانی که در درجات متنوع به سر میبرن حجاب است، بین عالی و اعلا حجاب است. کسانی که در مرحله اعلا هستند گشته اشراف دارند و از لذائز درجه عالی برخوردارند، ولی کسانی که در درجه عالی هستند حق صعود به درجه اعلا را ندارند، که اون حجاب حجاب نوری است. ولی اون چی که در این بخش از آیات سوره اعراف مطرح است، اصل حجاب است که بین بهشت و جهنم یا بهشتی ها و جهنمی است. این یه مطلب. مطلب دوم آن است که گرچه در باره اعراف و رجال اعراف چندین قول بود، هم در باره اعراف اقوال متعدد بود، هم در باره رجال اعراف، ولی ظاهراً اون چی که در بحث دیروز به این نتیجه رسیدیم آن است که این رجال اعراف غیر از لم یدخلوها بهم یسمعونن، اونها کسانی‌اند که هم بر اصحاب الجنه اشراف دارن، هم بر اصحاب النار اشراف دارن، هم با بهشتی ها سخن میگوین، هم با دوزخی ها سخن میگوین، هم با کسانی که هنوز تکلیفشون روشن نشده است سخن میگوین. اینا یه همچه فرمان روایانی هست. در روزی که لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال صوابا، در یه همچه روزی اینها فرمان روایان و اینها هم رجالن نه ملائکه. و اگر روایات اینها رو به اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام تطبیق کرده است، برابر با آیاتی است که ظاهرش همین است که اینها رجالن از ملائکه نیستن یک، و جزء اوحدی از رجالن دو، اما کیان
این روایات مشخص کرد که اهل بیت علیهم السلام، چون این مقام در روزی که احدی حق حرف ندارد مقام عادی نیست، اون روز احدی حق حرف ندارد، ولو حرفی برای گفتن داشته باشد و بخواد درست حرف بزند ولی به او اجازه گفتن نمیده. خب اینها معلوم میشود معزون از طرف خدایان، پس معلوم میشود اینها رجالن، یک از انسانن، یک انسان عادی نیستن، جز مؤمنین عادی نیستن، جز بهشتی های عادی نیستن، جز اوحدی اهل بهشتن. این مقدار از قرآن استفاده میشود. اون بعد روایات مشخص میکند که ائمه علیهم السلام فرمودن ما اصحاب اعرابیم، کسی که ما را بشناسد ما او را به رسمیت بشناسیم بهش میرود، کسی ما را انکار کند ما او را نشناسیم جهنم میرود. معلوم میشه اینها معیار معرفت. خب فرمود و علی الاعراف رجال که یعرفون کلا، یعنی کل کسانی که در صحنه قیامتن اینها به سیماهم میشناسند، گرچه در قیامت افراد با سرائرشون ظاهر میشوند، اما این دو مطلب در بحثی دیروز گذشت که آیا سرائر علن میشود یا ابلا میشود، یوم تو لنس سرائر یا یوم تو بلس سرائر. الان هر کسی در باطن خود هرچه دارد اون را نمی آزماید، فعلا ذخیره میکند، ولی بعد از مرگ فقط با همونها سر و کار دارد. حبلو کل نفس ما اسلفت، اینقدر با اونها سر و کار دارد که اونها رو کهنه می کند. این که ما در تعبیرات عادی می گوییم من او را خیلی خوب می شناسم، مثلا اگر پدری در باره پسر بخواد حق بزند، استادی در باره شاگرد حق بزند، دوستی در باره دوستی که سابقه 40-50 ساله دارن بخواد سخن بگویند، یعنی من او را کهنه کرده، بلا کهنگی، یعنی اینقدر با او تماس داشتم که حالا این کهنه شده از دست من، من او را کهنه کردم. خب سرائر اون روز علن می شود یا نه ابلا می شود؟ نه اعلان، نه یوم توبل از سرائر، نه توبلن از سرائر. خب یوم تبلو کل نفس ما اصلاح، این که در اول سوره مبارکه نساء هم گذشت به این که شما فبتلوهم، اینا رو آزمایش کنی، این بچه های نابالغ که حالا میخواید انوار اینها رو به اینها بدید، اینا رو فبتلوهم، اگر چنون که به حد رشد رسیدن اینها رو رشید یافتید انوار اینها رو به اونها تسلیم کنید، وگرنه تسلیم نکنید. همین است در اوائل سوره مبارکه بقره فرمود سفها و امثال ذالک را انبال ندید، آیه 6 فرمود وب تلول یتاما ورزقهم فیها، وب تلول یتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم، اینا را ابتلا کنید بیازمایید، بلا و کهنگی با آزمایشتون حاصل میشود. اینا یه وقت در نظر سن بالغن میتونن زن بگیرن، اما مال اینا رو به اینا ندی، اگر گذشته از بلوغ سنی رشد اقتصادی دارن مال اینا رو بدی، که بحثش در عوارض به مبارک نزا بودشت و به تر الیتاما حتی از آقلق و نکاف این آن از دومه هم رشدن تد و غیره هم باره. خب پس یوم تبلو کل نفسین ما اصلحه و چنین سرائری ابلا می شود، نه اعلان می شود که همه علنی بفهمند. البته یه عرف آن مجدونه به سیما هم اون که در بحث دیروز گذشت این دو مطلب بود که سرائر فیل جمله علن می شود نه بل جمله، لبعض ناس علن هست نه لجمیع ناس. و اگر در مناجات شعبانیه و امثال ذالک آمده است علی رؤوس الاشهاد، نه یعنی علی رؤوس الاولین و الاخرین، این رؤوس الاشهاد مانند همین تعبیرات عرفی خود ماست که اگه کسی در ملأ عام در حضور عده یا تکریم بشود یا تحقیر بشود میگن علی رؤوس الاشهاد، نه علی رؤوس اشهاد جمیع مردم روی زمین. علی رؤوس اشهاد مردم همون منطقه، اگر چون که یک کسی را در حضور صدها نفر تجلیل بکنند یا تحقیر بکنند میگن علی رؤوس الاشهاد است در ملأ عام. در ملأ عام یعنی نه جمیع مردم روی زمین، اونجا منظور این نیست که علی مردم جمیع روز قیامت، ممکنه دی باشد
البته در صحنه قیامت ان الاولین و الاخرین لمجموعون الی میقات معلوم، اگر کسی بخواهد تا دورترین نقطه ساحره قیامت را بنگرد به دو دلیل میتواند. یکی این که در جریان قیامت لا ترا فیها عوجا ولا امجا. الان در دنیا ما که نمیتوانیم دورترین نقطه را ببینیم، برای اینکه کوه و دره و فراز و نشیب و ساختمان و خیابان و بیابان و درخت و امثال ذلک حاجب است. دلیل دوم قصور مقتضی است که اصلا دید ما محدود است. بنابراین سر این که ما در دنیا نقاط دور را نمیبینیم، وجود مانع از یک سو، فقدان مقتضی از سوی دیگر. نه دستگاه دید ما اینقدر قوی است که دور نگر باشد، نه این کوه و درخت و خانه ها میگذارد ما نقاط دور را ببینیم. در قیامت هم مانع مفقود است هم مقتضی موجود، هیچ کدام از این دو محضور وجود ندارد. اما مانع مفقود است، برای یه فرمود از شما سؤال میکنن که یسالونه که عن الجبال، این کوها چی میشود؟ قول یذروها، ربی پروردگار رو میکوبد در هم میکوبد و یذروها قاعا صفصفا لا ترا فیها عوجا ولا امتا. نه کوهی هست، نه درختی هست، دیواری هست که تا شرمندی خود را پس دیوار پنهان کند. صاف است، قاع صفصف است. قاع یعنی بیابان، قیعه یعنی بیابان، که سراب به قیعتین قیعه قاع بیابان صاف. این صفصف وصف تأکیدی چنین بیابان است، یعنی بیابانی که هیچ حد و تپه‌ای نداره، دره‌ای نداره، نه فرو رفتگی داره، نه برجستگی داره، نه درختی داره، نه کوهی داره که کسی خودشو لاینا پنهان کرد و خجالت نکشه. پس مانع مفقود. مقتضی هم موجود است، برای این فرمود فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. حدید یعنی تیزبین. چشم حدید است، حدت داره، تیزبین. ممکنه چیزی موجود باشد به چشم اون رو نبیند. بنابراین اگر کسی خواست تا دورترین نقطه صحنه قیامت را ببیند، هم مقتضی موجود است هم مانع موجود. اما ذات اقدس اله به چی اجازه میده؟ برای کی اجازه میدهد؟ اون را مشخص کرده. فرض این چه نیست که اگر کسی خواست مثلا حد که حیثیت بشود برای همگان باشد، یا سر خواست علن بشود بل جمله باشد لجمیع من فی المحشر باشد. این طور نیست، فل جمله لمن اراد الله هست. جمیع مواقف شد این چه این نباشد، برای جمیع مردم نباشد. بعضی ها توبیق می شوند، به جهنم هم می روند، ولی آبروشون رخته نمی شود در حضور دیگران، برای اینکه اینا سعی می کردن علنی گناه نکنن یک، تا اونجا که ممکن بود اسرار مردم هم حفظ می کردن. دو، این دوتا رذیلت در اینا نبود، نه تجاهر به فسق داشتن، نه پرده در بودن. تا اونجا که ممکن بود اصرار داشتن آبروی مردم رو حفظ بکنن، و تا اونجا که ممکن بود سعی میکردن علنی گناه نکنن، که این شخص جهنم میرود. اما این چه نیست که در صحنه قیامه علی رؤوس الاشهاد آبروی او برود. خب بنابراین این سیما شناسی این چه نیست که کار همه مردم قیامت باشد. جزا ذات اقدس اله رجال اعراف را به این وصف ستود که اینها یعرفون کلن به سیماهم. این گروه گروه مخصوصی هم که همگان را میشناسند، نه همگان همگان را به سیما و علامت میشناسند. خب اونگاه فرمود این گروهی که همگان را، چه بهشتی ها را چه جهنمی ها را به علامت میشناسند، به کسانی که اصحاب الجنه ان خطاب میکنند. نه خب که اون روایاتی که مرحوم ملیسی رضوان را در بیهار نقل کرده که حاکم است، دارد مجدمی رو در قیامت ذات اقدس اله میاره، در صحنه قیامت محاسبه میکنه، اعمالش به او نشون بده، از او اقرار میگیره، بدون اینکه کسی که در کنار او نشسته است یا ایستاده است ببینه و بفهمه. تمام حرفها را شخصا او میشنود، تمام صحنه ها را شخصا خود او میبینه. این گونه از روایات ما داریم در بحث معاد. اون با انبیا گفتگو میکنه. خب اون در اواخر سوره باره که مائده بحثش هم گذاشت. حالا این رجال اعراف یک گفتگویی و محاوری با اصحاب الجنه داره. ظاهر اصحاب الجنه اینه که فعلا در بهشت باشه، ولی به قرینه لم یدخلوها و هم
معون معلوم شد که اینها بالقوت الغریبت من الهل وارد بهش میشن، در آستانه ورود بهشتن، هنوز وارد بهش نشدن. برای این که نادو زمینش به رجال عرب میگرده، این اسم ظاهر اصحاب الجنه از این بعد هر ضمیری که هست اولاست به اینها برگرده. سلام علیکم گرچه ضمیری نیست که مرجع داشته باشد، ولی مخاطب این کم همون اصحاب الجنه اولا این است که هم به اصحاب الجنه برگردد، ضمیر یطمعون به اصحاب الجنه برگردد، و ازا صرفت ابصار و هم به اصحاب الجنه برگردد، تلقا اصحاب النار قالو این ضمیر هم به اصحاب الجنه برگردد، ربنا این متکلم الغیب مسئول اصحاب جنه است، لا تجعلنا این نا هم اصحاب جنه است. چون این ضمائر بعضی خطابن بعضی غیبتن، این ضمائر خمسه غیبت همه به اصحاب جنه برمیگردد، لذا نوبت به جمله بعد که رسید از رجال اعراف باز به اسم ظاهر یاد کرد، فود به نادا اصحاب الاعراف رجالن. این اصحاب الاعراف همون رجال اعرافن که قبلا از اونها به عنوان بعد الاعراف رجالون یاد شد، اونجا چون دیگه اشتباه نمیشد ضمیر به اونها برگشت بود و نادو، اما اینجا دیگه نفرمود و نادو، برای اینکه اون ضمائر خمسه یا بیش از خمسه به اصحاب الجنه برمیگردد. اگر اینجا میفرمود و نادو شاید اشتباه میشد که این ضمیر هم به اصحاب الجنه برگردد، لذا اسم ظاهر آورد فرمود و نادا اصحاب الاعراف. خب این اصحاب الاعراف همونطوری که با اصحاب الجنه گفتگو کردن با اصحاب النار هم گفتگو میکنن. ممکن است یه دل اصحاب الجنه وارد بهش شده باشن، با اونها فعلا گفتگوی نیست. یه دل اصحاب الجنه که فعلا در ساحره قیامتن هنوز وارد بهش نشدن با اینها گفتگو میکنن که لم یدخلوها بهم یطمعون. و اما این اصحاب النار ممکنه وارد شده باشن، ظاهرش هم این است که وارد جهنم هم شده، اینا دیگه بلا تکلیف نیستن، اینا اصحاب الناری هن که مستقر در نارن. نادا اصحاب الاعراف یعنی رجال اعراف رالن یعرونهم ما هم، این رجال همون رجال اصحاب النار هست. ما از باب ذکر تبب و حذف مبب نام اونها را به عنوان اصحاب النار ذکر نکرد، نفرمود رجال اعراف با اصحاب النار گفتگو کردن، فرمود رجال اعراف با مردانی که سیمای اونها را میشناسن. خب اون سیما چه سیمایی؟ چگونه سیماست؟ اینا بالاخره بهشتیان یا جهنمی؟ از این مکالمه پیداست که اینها اصحاب النارند و سیما اینها هم سیما نار است. و این است که قالوا ما اغنا عنکم جمعکم و ما کنتم تستکبرون. اینا معلوم می شود اصحاب النارند یک، به جزء ائمه کفرند دو. به چه دلیل جزء اصحاب النارند؟ برای اینکه اینها هستند که نسبت به مؤمنین طعنی داشته. به چه دلیل جزء ائمه کفرند؟ برای اینکه افراد عادی تبهکار که جزء مستضعفینی هستند که جهنم می روند که میگن ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، اونا که جمع مالا و عددا نبود، اونا که یحسبن ماله و اخرده نبود، اونا که صاحب گفتار انا اکثر من که مالا و اعز نفرا نبود، اینا نه اهل جمع مال بودند نه اهل جمع قبیله بودند، اینا پیرو بودند تابع بودن نه مطبوع. اونی که مطبوع است جمع مالا و عدده هست، یحسب ان ماله اخلده هست، اخلده الی الارض است، انا اعظم من که مالا و اکثر من که نفرات، اینا صاحب جمع هست. چه جمع مال، چه جمع قبیله، چه جمع جاه و جمال و جلال، اینا مال اونا. و قرینه بعدیش هم دیگه تنست است و ما کنتم تستکبرو. خب پس اینا اصحاب نارن، جز ائمه کفرم هستن به سه شاهد، یکی اهل جمع هم، یکی استکبار دارن، یکی اینا هستن که به محرومین طنز و طعن دارن. اها اولای الذینه، این رجال اعراف و اصحاب النار میگن کسانی که اهل جمع هم، اهل تکاثرن، اهل استکبارن، اهل طعنن،
به اینها میگن که این گروه بلا تکلیفی که الان تکلیفشون روشن میشود، شما درباره اینها میگفتید که لا ینالهم الله برحمه. حالا ببینید چگونه رحمت خدا شامل حال اینها میشود. ادخل الجنه. اینجا اگر ما بگویم قائل ادخل خداست یا بگویم قائل ادخل ملائکه است، بالاخره باید یه چیزی تقدیر بگیریم. ملائکه ظاهرا نیست، چون سخن از ملائکه هستن مطرح نیست. امر دائر است به این که قائل ادخلو یا رجال اعراف باشن یا الله. در این که قائل ادخلو الله هست حرفی در او نیست، منتها الله به وسیله این رجال اعراف میگوید، وگرنه کسی در قیامت حاکم مطلق نیست مگر خدا. پس این رجال اعراف سخنگوی الله هست به دلیل که مؤذن الله هست. این که فأذن مؤذن بینهم ان لعنت الله علی الظالمین، این که لعنت لفظی نیست، این توضیح کار است، توضیح بعد و قرب است بالاخره. پس ظاهرا همین رجال اعراف هم که میگوین و همین ها سخنگویان الهی هم و به اذن الله هم حرف میزنن، چون لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال صوابا. گرچه در باره لا یتکلمون ضمیر به ملائکه برمیگردن، ولی نشانه آن است که در روز کسی بدون اذن خدا سخن نمیگوید. خب پس ظاهرش این است که همین رجال اعراف به این گروهی که اصحاب الجنه لم یدخلوها و هم یطمعونن، درباره این گروه به مستکبران و ائمه کفر میگوین ها اولائی الذین، که اسم اشاره ها اولا به همین لم یدخلوها و هم یطمعون برمیگردد. وگرنه اگر به اینها برنگردد ما مشارلهی تا کنون نداشتیم تا ها اولا اشاره به اونها باشد. ظاهرش این احتمال اقرب به ذهن اها اولائه، یعنی همین گروهی که لم یدخلوها و هم یطمعون، اینا همونهایی هستن که اقسمتم لا ینالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، که دیگه اینا ملحق به اولیای الهی میشن. حالا که اصحاب النار در نار مستقر شدن، اصحاب الجنه به جنه مستقر شدن، گفتگویی که بین اصحاب نار با اصحاب جنت هست مطرح میکنن. دوزخیان وقتی وارد دوزخ شدن مشغول سوخت و سوزن، چند جا اهوناله داره، به همه متوسل میشن و توسل اینا هم از باب ان الغریقه یتشبثوا بالزبد است. خب اگر کسی تو دریا غرق شد، گایم به این زبدی که به اما زبد و فیذهب جفاء دست میزنه. این گفتار اونها زبد است، این توسل اونها زبد است، نه متوسل علیه، چون دسترسی به متوسل علیه که ندارن. که اینا گاهی به مردان بهش متوسل می شوند، گاهی هم ناله می کنند، معلوم نیست از کی چیز می خواهند، گاهی هم خطابشون به فرشته هاست، گاهی هم خطابشون به الله هست. چه اونجا که آهو ناله دارن معلوم نیست از کی چیز می خواهند، اون هم در قرآن گفت. چه اونها که مخاطبشون مشخص است، اونا هم قرآن گفت. ناله ها و خواسته های دوزخیان چهار قسم، یه مقدار مشخص نیست اصلا از کی میخوان، اونا هم قرآن گفت. یه مقدار مشخص است که از بهشتی ها میخوان، اونا هم گفت. یه مقدار مشخص است که از فرشته ها میخوان، اونا هم گفت. یه مقدار مشخص است که از الله میخوان، اونا هم گفت. اما اون بخشی که مشخص نیست از کی میخوان، فقط آه و ناله دارن، آب می طلبن، نان می طلبن و مانند آن، اون در آیه 29 سوره بارکه کهف است که فرمود انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها و این یستغیثوا. حالا از کی غوث طلب کنن، از کی مدد طلب کنن معلوم نیست، فقط اینا استغاثه میکنن. یغاثوا بماء کالمهر یشفی الوجوه بئس الشراب بساعت مرتفقا. معاذ الله، اینا آبی میدن که از بس داغ گداخته است هنوز به لب نرسیده پوست های صورت رو بریان میکنه، غیر مشوی یعنی بریان. از بس داغ که یش به الوجوه بئس الشراب بساعت مرتفقا. اینجا معلوم نیست از کی استغاثه کرده. گاهی از اصحاب الجنه استغاثه میکنن، مثل همین آیه محل بحث که نادا اصحاب النار اصحاب الجنه ان اخیزوا علینا من الماء او مما رزقكم الله. اینا چون اصحاب النارن، در دنیا هم گرفتار اجوفین بودن،
اینا اون معارف را از بهشتی ها طلب نمی کنند. اولا با اوحدی از بهش تماس ندارد. اونا که فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، خیلی از بهشتی های عادی با اونا تماس ندارد، چرتد به جهنم دارد. اینا که گرفتار عجبفین بودن، گرفتار خوردن و نوشیدن بودن، اولین چیزی که میخوان نوشیدن است. اون دومی هم از همین سنخ است. این مما رزقکم الله و معارف بلند نیست. برای اینکه اصحاب النار که به سراغ اون نمیرود که. گرچه بهشتی رزقهای فراوانی دارد، نه خود بهشتی میداند که خدا چه برای او فراهم کرده، نه دیگری. لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. در بخش از دیگر ها فهمود به اینکه او هدیه از بهشتی هست، نمیدونه ما برای چی تهیه کردیم. برای اینکه آرزو هم نخواهند داشت، چون آرزو هم به اندازه معرفت اوناست. قبلا هم یه وقتی براتون رسید، الان یه آدم عادی وقتی آرزو میکند آرزوی باغراق داره، یا یه طلب عادی وقتی آرزو میکنند ای کاش من یه دور جواهر میداشتم، یه دور المیزان میداشتم، یه دور تفسیر فرام داشتم، یه کتاب خونشم. او کسی نمیدوند فارابی یه کتاب خطی دارد در فرون زمینه، شیخ مفید یه رساله خطی در اون زمینه میشه، اصلا نمیدونه تا آرزو بکنه که. این فقط جواهر و مکاسب اینا شنیده. یه طلب عادی اگر از او آرزو بکنن چه کتابی میخوایی، فقط از همین حرف میزنه. اصلا نمیدونه که بو علی یه نسخه خطی در فرون زمینه داره، فارابی چی داره، مفید چی داره، شیخ دوسی چی داره. خب هر کسی به اندازه فهمش آرزو داره. افراد دیگر هم وقتی که از اونا بخوان به اینکه چی میخواهی، اونا غرف مبنیه میطلبن، جنات و تجدیم من تحت انهار میطلبن، انهار من اثر مصفا میطلبن، انهار من خمر لذت من شاربین میطلبن، انهار من ماء لم يتغير طعمه میطلبن و مانند. اما اینکه هر روز جمعه مردم به لقاء الله میروند، یعنی نشنیده تا بخواهد که روز جمعه یعنی چی؟ اونجا که روز نیست، لقاء الله یعنی چی؟ خب لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. اینا گفتم مال شب زنده‌دار هاست. بنابراین آنچه را که اصحاب النار از اصحاب الجنه میخوان از محدود شکم بیرون نیست. یا آب میخوان، یا نون میخوان، یا میوه میخوان، همین. این چی نیست که مما رزقکم الله برای اینها معارف باشه. پس دو مطلب است. یکی این که برای اوحدی معارفی است که خودش در دنیا نمیدونست، در آخرت میفهمه. و آنچه که برای اوحدی از بهشت از سایر مؤمنین از او بیخبره، این دو. و اون چه که مؤمنین عادی دارن، اصحاب نار از اونها بی اطلاع اند. این سه اصحاب نار فقط در محدوده عجبتین و خوراک و پوشاک و لباس و اینها با خبره، چون در دنیا غیر از این نمی فهمیدن. در آخرت هم که میخوان همین چیزا رو میخوان، آب یا اون چه که شبیه آبه. بالاخره خب وقتی این چیزها رو از اصحاب الجنه خواستن، اصحاب الجنه در جواب اینها به اذن خدا میگن ان الله حرمهما علی الکافر. این دو معنی. حالا که ناامید شدن، فقط مونده تقاضای مرگ کردن. اونجا که انتحار ممکن نیست، کسی خودکشی بکنه دیگه. مالک موت و حیات در آخرت جز خدا احدی نیست. ادعی هم که لا یموتون فیها الا الموتۃ الاولی. مرگ هم دست کسی نیست که کسی خودکشی بکنه. لذا اینها برابر اون چی که در سوره مبارکه زخرف آمده، بعد اینکه از خورد و خوراک و پوشاک اینا ناامید شدن، به مالک اون مسئول دوزخ سلام الله علیه به اون میگوین یا مالک لیقضی علینا ربه. اینی که خدا فرمود ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، سرپرستان و مأموران جهنم فرشتگان الهیان که لا یعصون الله ما امرهم سلام الله علیهم اجمعین. اینها به مالک دوزخ میگن لیقضی علینا ربک، از خدا بخواه که جان ما را بگیرد ما بمیریم. اون مالک هم میگن انکم ماکثون، بد بمونید اینجا. از اینها که ناامید شدن، اونگاه نوبت به مسئلت به درگاه ذات اقدس اله میرسد که اون را در آیه 108 سوره مبارکه مؤمنون خدا نقل کرد که اونا در آیه 107 اینچنین میگوین ربنا اخرجنا منها فین ادنا فین ظالمون. اونگاه جواب میگوید قال اخسه او فیها و لا تکلمون. اخسه همان است به کلب میگوید. این چه نیست که خدای سبحان معاذ الله حرفی داشته باشد غیر ادیبانه. نصب به کلب غیر از اخسه نمیگوید. بینم واقعا کلبه.
این مراحل چهارگانه که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا در قرآن مشخص شد. بنابراین به خیلی از این سوالات پاسخ داده شد. اما اینکه جنت و اصحاب الجنه کی هستند تا حدود مشخص شد و رجال اعراف هم مشخص شد که اوحدی از مردان الهی هست. و این مما رزقکم الله، خدا به شما روزی داد، اون ما رزقکمی که اصحاب النار میگویند از محدوده خوراکی و پوشاکی و بالاخره جنت حسی نمیگذرد. اگر گفته شد ولی من خواف مقام ربه جنتان، اونا از این جنت حسی با خبرن و طلب میکنن و گنه اون اند ملک مقتدر بی خبرن و اطلاعی هم ندارن و از اون چیز نمیطلبن. و در جریان اینکه قیامت ظرف ظهور اعمال است و هر کسی بر اساس شاکله خود در قیامت ظاهر میشود، این هم جوابش روشن شد که هر کسی بر اساس شاکله خود ظاهر میشود، اما فی الجمله است، نه در جمیع مواقف و لبعض الناس است، نه جمیع الناس، به دلیل اون روایاتی که گفته شد. خب، اما در پایان اصحاب الجنه و اصحاب النار میفرمایند ان الله حرمهم على الكافرین. کافرین کیانن؟ چجور میشه آدم کافر میشه؟ خیلی ها رو هم گرفتاری های مسائل عملی سر از کفر در میارن، نه اینکه حالا اول شبهه ابن کمونو امثال ابن کمونه بر اونها مطرح شده، نه، اول مکروهات بود، بعد معاصی کبیره بود، بعد معاصی کبیره بود، ادامهش بود، بعد سر از کفر در آورد. کافرین کیانن؟ الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا. اینا دینشون رو به بازیشه گرفتن، یا دین را معاذ الله به بازی گرفتن. به ازان نادیت و ملت سلاته تخذوا و حضوبا. اینا نماز رو مسخره میکنن، روزه رو مسخره میکنن، حجاب رو مسخره میکنن و حج و معاذ الله و سایر احکام دین رو مسخره میکنن. اینا دین خدا رو مسخره میکنن، بازیشه میگیرن. یا نه، لهو و لعب را دینشون قرار میدن. اتخذوا دینهم لهوا، یعنی لهو را دین خود قرار دادن. مثل افرأیت من اتخذ الهه هوا، یعنی جعل الهوا را اله. یه وقت از انسان از یه چیزی اعراض میکنه، بعد کم کم این را بازیچه خود قرار میدن، بعد این را فضیلت میدن. اگر به یه چیزی سرگرم شد، بعد او را معیار بازیچه قرار داد، بعد او را یک مطلب ارزشی تلقی کرد، قیامت یادش میاد. الان شما میدید در بعض از گوشه های غرب متاسفانه ورزش بر اونها یک مذهب شد. ورزش چیزی بسیار خوبی است، به همه ما گفتن تا در سن پیری ورزش کنید، اگر توانستید ورزش های دیگه، نشد بالاخره راه برید. یکی از بهترین نعمت ها ورزش است برای تأمین سلامت. اما گاهی اینا سلامت را فدای یک هوس محض میکنند. میبینید اون اهمیتی که مثلا برای المپیادهای ریاضی و غیر ریاضی باید جهان غرب قائل باشد، برای این جام المپیاد خودش قائل نیست. تمام این بلیط ها گران شده تا برن این بازی جام جهانی فرانسه رو تماشا کنن، چه چی مثلا گل میزنه، چی میبرد، چی میبازه. این غرب ورزش را در حد یک مذهب برای خود تلقی کرد. هیچ علمی، هیچ پیشرفت علمی، هیچ معارفی، معرفتی، تحقیقی، فضیلت اخلاقی بیننده ورزش ندارد در اینا. اصل ورزش چیزی بسیار خوبیست، یادم هم پرورد همبر ارزش از سلامتی خودش محروم کرده. به ما گفتن تا آخرین لحظه عمرتون ورزش بکنید، رو به قدم زدن. هیچ پیر مردی نیست که بگوید من نمیتونم ورزش کنم، چون ورزش برای همه در هر عصری چیز خوبی است، تأمین سلامتی است. اما دیگه مذهب برای کسی نیست، سرگرمی نیست، مقدمه است فقط برای تأمین سلامت. اگر کسی یه چیزی رو لهو قرار بده، لهو یعنی وسیله اعراض، با این از اون مسائل ارزشی اعراض میکند، دیگه بعد او رو محور بازی قرار میده، دو، بعد فریب میخوره، خیال میکنه این خودش ارزش است، سه، این باعث میشود از اون ارزش اساسی باز میماند، بوان قیامت معاد را فراموش میکنه، برد و باخت هم توش هست، همه معاذ الله راه های انحرافی ممکن دوش راه پیدا کند. دو، این است که برای یه عده متاسفانه این شده دین، یعنی برای غرب.
گرچه در این قسمت آسیا به ایران به لطف الهی محفوظ است، ولی ما باید برکت انقلاب اینا را حفظ بکنیم، یعنی نگذاریم ورزش برای عزیزان جوان ورزشکار ما یه مذهب در بیاد. پس اول این که فرمودن الله حرام علی کافرین، کسی به کفر کشیده می شود که دین خود را لحب قرار بده، بعد لحب قرار بده، بعد فریب بخورد این را یک ارزش بداند، بعد در مرحله چهارم اون ارزش اساسی رو که قیامت است فراموش میکنه، بعد این نسیان سر از انکار در میآورد، جهد و انکار دامنگیرش میشود. این پنج مرحله. اول که انسان جاهد و منکر قیامت نیست که، اول لهو است، بعد لعب است، بعد ارزش تلقی کردن است، بعد فراموش کردن است، بعد انکار کردن است. خب این مراحل پنجگانه را به عنوان تفسیر کافرین ذکر میکند. ان الله حرمها على الكافرين. کافرین کیانن؟ الذين اتخذوا دینهم لهوا، این یه مرحله، و لعبا، این دو مرحله، و غرتهم الحیات الدنیا، دنیا اینا را فریب داده. گرچه دنیا فریبکار نیست، شیطان است که فریب میدهد، دنیا وسیله است نه فائل. وقتی فریب خورد حق را باطل و باطل را حق میپندارد، این سه مرحله. بعد قیامت را فراموش میکند، این چهار مرحله. این تناسی او و نسیان او زمینه جهود و انکار را فراهم میکند. مکان و بایاتنا یجهدون معاذله این پنج مرحله. و قسمت مهم در سعادتمند شدن جریان قیامت است. ولی صرف اینکه خدای تو عالم هست، خب همه مشرکین قبول داشتن خدا هست. خدا هست یک، اصل وجود باجل وجود را همه بت‌پرستا قبول داشتن. خدا آسمان زمین خلق کرده، بله آسمان زمین خلق کرده. مدیر عامل کل مجموعه آسمان زمین خداست، بله. این سه اصل را همه بت‌پرستا قبول داشته، در جهت مشرک نبودن. اما اینا که مشکل حل نمی کند که. اونه که مشکل حل میکنه اینه که کی باید به من دستور بده، من دستورم رو باید از کی بگیرم، و آیا هر کاری کردم در برابر کار مسئولم یا نه. مهمترین عامل سعادت یاد قیامت است. این کار زنده است، من در برابر این مسئولم، مرگ معلوم نیست الان میاد یا بعد. اولین چیزی که بعد از مرگ سوال میکنن اینه که عمرت چرا صرف کردی، اینه که آموزنده. تو سوره بارک سادم فرمود به این که ان الذين يذلون عن سبيل الله عذاب شدید. چرا؟ به ما نسو یوم الحساب. وگرنه همه مشرکین قائل بودن واجب الوجود هست، همه مشرکین قائل بودن که او خالق کل سماوات و ارض، همه مشرکین قائل بودن او رب العالمین هست. اینا رو داره. لئن سألت من خلق السماوات و ارض یقولون. اما لا، رب من کیه؟ کی باید منو بپرورانه؟ رب جامعه انسانی کیه؟ کی باید جامعه بشری رو بپرورانه؟ اینجا اول مسئله این است که وحی و نبوت آیات الهی است، مشرکین انکار کردن. معاد جز آیات الهی است، اینا انکار کردن. اونی که مهم است مسئله پذیرش وحی و نبوت و معاد است، متاسفانه مشکلی نداشتن. الحمدلله رب العالمین.